اه چه سوپی شده، سوپ خیلی لعابدار و خوشمزه و مقوی. اگرچه پاییز و زمستون فصل سوپای گرم و خوشمزه هستش، اما سوپ زرشک، باجو و ورمیشل رو میتونید تو هر فصل از سال در کنار غذاهای اصلیتون هم سرو کنین و اگر اون رو به صورت مجلسی بپزید برای مهمونی ها هم خیلی شیک و قشنگه. سلام، به آشپزخونه مامان مری خوش اومدید. همونطور که متوجه شدید آموزش امروز ما سوپ زرشک مجلسی هست که نه فقط خیلی خوشمزه است و ظاهری زیبا داره، بلکه خیلی هم پرخاصیته. با من همراه باشید با معرفی مواد اولیه. مواد لازم برای تهیه این سوپ پاییزی خوشمزه. برای تهیه این سوپ من دارم از سینه مرغ استفاده میکنم. به هر میزانی که دوست داشتید میتونید مرغ بردارید، ولی من برای 4 نفر دارم از یه سینه 300 گرمی مرغ استفاده میکنم. 2 قاشق غذاخوری رو به گوجه فرنگی، 1 پیمانه جوپرک، 1 پیمانه زرشک، 1 عدد پیاز متوسط، 1 حبه سیر، 2 عدد سیب زمینی، 2 عدد هویج متوسط یا به اندازه 1 لیوان فرانسوی دستدار هویج خرد شده، کمی آب لیموی تازه و ادویه هم نمک، زردچوبه، فلفل قرمز و فلفل سیاه، 1/2 لیوان فرانسوی رشته سوپ یا ورمیشل و برای سبزی این سوپ هم از جعفری ساتوری شده به اندازه 150 گرم استفاده میکنیم. با من همراه باشید با طرز تهیه این سوپ خوشمزه. خب کار ما با پوست گرفتن سیب زمینی شروع میشه. سیب زمینیامون رو پوست میگیریم و اونو به ابعاد کوچیکتر تقسیمش میکنیم. همینطور پیازمون هم که پوست گرفتیم اونو هم خردش میکنم و کنار میذارم. سپس مقداری هویج داشتیم که اونا رو هم تیکه تیکه میکنم و 1 حبه سیرم باز همینطور و بعد همگیشون رو میبرم که داخل یه قابلمه بریزمشون. سبزیجاتی رو که خرد کردم همه رو میریزم داخل یه قابلمه. 1 تیکه مرغم داشتیم میذاریم. ادویه‌جاتی هم که داشتم همه رو به این موادمون اضافه میکنیم. حالا 4 لیوان آب سرش اضافه میکنم و میذارم که کاملا پخته بشه. خب عزیزان، من گذاشتم که آب این سوپمون جوش اومد، بعد سر گازو کم کردم و گذاشتم که به حال خودش بپزه. بعد از 1.5 ساعت قشنگ مرغمون کاملا پخته شده. خب مرغ ما داخل سوپمون پخته شده. الان من مرغ از قابلمه میارم بیرون، ریشیش میکنم و بقیه محتویاتشو میخوام با یه گوشکوب برقی آسیاب کنم. وقتی سبزیجاتمون رو آسیاب کردیم، 1 فنجون جوی پرکی رو که داشتیم بهش اضافه میکنم. همینطور 1 مقداری هم رشته سوپ داشتم، اونم اضافه میکنم. مرغمونم ریشیش کردیم و حالا به مواد سوپمون اضافه میکنیم. حالا 1 قاشق روغن میریزم داخل 1 ماهیتابه کوچیک و 2 قاشقم رو به گوجه رو داخل این روغن یه مقداری تف میدم تا رنگشون باز بشه. حالا روبمونو که سرخ کردیم به سوپمون اضافه میکنیم. خب حالا یه مقداری هم جعفری داشتیم که جعفریامونو ریز خرد میکنیم و به سوپمون اضافه میکنیم. جعفری فوق‌العاده خوش عطر و بوئه، غیر از اینکه توی سوپمون به صورت نگینی پخش میشه و خیلی خوشگل میکنه سوپمونو، خیلی هم عطر و بوئه خوبی داره. حالا نوبت اضافه کردن جعفریامونه و در آخر زرشکمونم به سوپمون اضافه میکنیم. چه سوپی، ببینید چقدر خوشگل شده.
خب با اضافه کردن جعفری و زرشک 3 دقیقه که روی گاز موند این سوپمون دیگه کافیه و میریم که این غذای خوشمزمون رو سرو کنیم. خب سوپ خوشمزه ما آماده شده. اونو تو ظرف دلخواهمون سرو میکنیم. خب عزیزان ببینید که ظاهر و رنگ و رخ این سوپ چقدر خوشگل و شیک شده. زرشکای قرمز رنگش هم چقدر توی این سوپ نمای خاصی پیدا کرده. من این سوپ رو هم تست کردم، طعمش فوق‌العاده عالی و بی‌نظیر شده. موقعی که میخواید اونو سروش کنید حتما یه مقدار آب لیمو توش بچکونید که ویتامین سیش هم بیشتر بشه. امیدوارم که ویدیوی امروز رو پسندیده باشید و شما هم مثل من حتما این سوپ خوشمزه را درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. لایک و کامنت و شیر هم یادتون نره. همچنین اگر کانال ما رو سابسکرایب ندارید همین الان دکمه سابسکرایب رو فشار بدید، زنگوله کنارش رو هم همینطور تا از آموزش‌های جدید ما در اسرع وقت مطلع بشید. شما رو تا یک آموزش جدید به خدای منان می سپارم. خدایا رو نگهدار همگی شما.